آقای مصداقی، امروز دوباره دومین دور از دفاعیات حمید نوری است. در بخش اول دیدیم که کنت لوئیس وکیل مجاهدین یک سری مدارک جدید ارائه داد و فایل‌های صوتی از ناصریان که همون محمد مغیزه است و آقای رازینی، و خب حمید نوری از این فایل‌های صوتی به نفع خودش بسیار استفاده کرد و گفتش که اینها در واقع تایید میکنن که اون یک کارمند ساده بوده و خطاب به شما هم الفاظ توهین‌آمیزی به کار برد. برداشت شما از جلسه امروز چه بود و چطور می‌بینید جلسه را؟ در صورت این پیشبینی رو ما از قبل داشتیم. من قبلا هم تاکید کرده بودم که اینها این فایل‌های صوتی رو می‌خوان ارائه بدن، فایل‌های صوتی که مورد تایید خود دادستان قرار نگرفته بود و دادستان‌ها اونو وارد پرونده نکردن، هیچ تمایلی هم نداشتن که به این موضوع در کیفرخواست پرداخته بشه، علارغم همه اصرارهایی که مجاهدین داشتن، چون اینو در هر صورت به نفع کیس نمی‌دونستن. منم قبلا بارها روی مسئله تاکید کردم و امروز خیلی مشخص بود وقتی که اینها اصرار می‌کنن به این موضوع، حتما حمید نوری از اون استقبال خواهد کرد، چون دقیقا همون حرفایی است که حمید نوری در طول بازجویی‌هاش یا در طول دادگاه زده. موضوع جدیدی نیست، اما این که فکر کنیم با این فایل صوتی و تلاشایی که حمید نوری میکنه که از اون سوء استفاده کنه به نفع خودش، میتونن نتیجه دادگاه رو تغییر بدن، بعید میدونم. اینی که بتونن موضوع دادخواهی رو پایمال کنن، بعید میدونم. ولی در هر صورت این رو من قبلا هم توضیح داده بودم که سازمان مجاهدین هر گونه تلاشی رو میکنه برای مخدوش کردن این پرونده و برای مخدوش کردن موضوع دادخواهی، و این رو هم در همون جهت میبینم متاسفانه، و این رو هشدارهایی است که از قبل هم روش بارها تاکید شده بود. و نکته بعدی هم میبینید که اتفاقا امروز به خاطر توهین‌هایی که حمید نوری در همراهی با خود مجاهدین علیه من کرده بود، مورد مخالفت و مورد اعتراض شدید دادستان قرار گرفت و نسبت به اون واکنش نشون داد. یکی از مهمترین بحث‌های امروز بحث در واقع نامه آقای خمینی و همون فتوا بود که بر اساس این اعدام‌ها شکل گرفت. خب اسناد مختلفی رو ارائه دادن، ولی خب حمید نوری معتقده که این نامه همچنان صلاحیتش تایید شدنی نیست و معتقده که آقای منتظری چون دروغگو هستن قابل استناد نیست این نامه. این موضوع رو چطور شما ارزیابی می‌کنید؟ نه، این موارد قبلا هم مطرح شده. تمام مسائلی که امروز مطرح شد توی کیفرخواست اومده، دادستان‌ها بهش استناد کردن، موضوعات جدیدی رو مطرح نکردن آقای کنت لوئیس، بلکه مسئله اصلیشون همون مطرح کردن موضوع نوارهای صوتی بود که به نوعی خودشون رو دخیل در این پرونده نشون بدن، و هم اووردن نام مسعود رجوی بود که هر جوری که هست می‌خواستن از این دادگاه پروپاگاندای سیاسی به نفع خودشون انجام بدن. مسئله اونها از نظر من مطلقاً مسئله دادخواهی نیست و پروپاگاندای سیاسی به نفع این سازمان هستش. خیلی ممنون از شما. ممنون، متشکرم.